حقته، خوشحالی که سهمته، هرچی باشه کمته، پانه نباش سهمته، شادی تو حقته، خوشحالی که سهمته، هرچی باشه کمته، پانه نباش سهمته. ما داره ما بپلی خنده خنده مانه بازه ها بتره یا خنده مانه، داره ما بپلی خنده خنده مانه بازه ها بتره لزن خنده مانه. از امروز زندگی رو میبینم به چشم بدیده، قر نزنم قر نزنم پشت کنم به مشکلات عدیده، هرکی نخنده تبعیده برای درسته یه تقییده، بیفتی رو خنده شدیده دل درد بگیری بعیده. داره ما بپلی خنده خنده مانه بازه ها بتره یا خنده مانه، داره ما بپلی خنده خنده مانه بازه ها بتره بزن خنده مانه. آها باریکلا باریکلا باریکلا. آها به نام خدا. سلام، رامبد جوان هستم، شبکه نسیم اینجا. خنده 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 مانه بومبه فرمید. حالتون چطوره؟ عالی. خدا رو شکر انرژیتون داره میره بالا. آفرین. حال منم عالی. حال خاندانه تو خونه؟ عالی. این سوالی که ما هر شب تو خاندانه میکنیم، شما تو خونه نشستین میبینین، بهتون مزه میده؟ بله. که میگیم خاندانه تو خونه حالشون چطوره، همه میگن عالی، آیا بهتون مزه میده؟ بله. خیلی هم خوبه. واه. خیلی حال آقای امیر فضلی چطوره؟ عالی. اوه چه عجیب. بله. چقدر خوب. بله، از من در رو نقد کردن، گفتن انقدر نق نزن، گفتم که عالی باشم. ها خیلی هم خوبه. خانم آقایون، میخوام یه چیزی بهتون روی اون صفحه نشون بدم، لطفا اون تصویر نشون این آها اینو ببینین. آشغال. نه زباله. نه 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 بابا، سالمه همه چی اونجا. آره ببینید ماجرا از چه قراره. مربوطه به یکی از خیابونای تبریز، خیابون رسالت. چیکار میکنن؟ مغازه‌دارها هر شب بعد از اینکه کارشون تموم میشه، یه سری از این محصولات مثل میوه ها و سبزیجات و چیز اینجوری، گوجه و نمیدونم خیار و فلان و فلان و فلان و هویج و مایحتاج، میتونه یه خانواده‌ای باشه، تو کیسه های مختلف بسته‌بندی میکنن، سالم ترتمیز خیلی هم درست میذارن اونجا. کسایی که شرایط اقتصادی مناسبی ندارن و این هزینه کردن این چیزا براشون سخته، میرن خودشون یه بسته از اونجا برمیدارن میبرن خونه، که خونه میرن یه چیزی دستشون باشه و به قول معروف شرمنده زن و بچه‌شون نباشه و هیچ کس هم نیست که ببینه. یعنی مغازه دارا دیگه تعطیل کردن، قبل از اینکه مغازه تعطیل کنه اینا رو میچینن اونجا، کرکر میکشن پایین میرن. کسایی که میان اونجا کسی نیست تماشاشون بکنه، اونا رو ور میدارن و میرن و این قرار بین مغازه دارها و اون نیازمند هاست دیگه. مغازه دارا مرتب اون کارو میکنن، اونا میدونن کی باید بیان ور دارن برن. اصولا کمک کردن هم خیلی کار باحالیه، هم خیلی کار سختیه و این واقعا به نظر من معنیش یعنی انسانیت. کار سختیه ولی همه ما تو زندگیمون قطعا یه کار باحالی برای دیگری کردیم، یه کمکی کردیم، یه مهربونی کردیم، ولی واقعا انقدر زندگی داره سخت میشه و انقدر هممون حواسمون پی دویدن روزمره و صبح تا شب و شب تا صبح مونه، یادمون میره که بعضی وقتا خیلی کمک های به درد بخور ولی واقعا بدون حتی ریالی خرج کردن میتونیم بکنیم. مثلا فکر کنید که داریم میریم سر کار، از سر کار بر میگردیم، داریم میریم یه جای کاری انجام بدیم، بعد از ظهر هرچی میتونیم در حینی که داریم میریم به دوتا آقا خانوم
جوون بچه فلان اینا رو سوار ماشین کنیم با خودمون ببریم، تو برگشت هم میتونیم این کارو بکنیم. اونایی که تعمیر لوازم خونگی میکنن میتونن برای بعضی ها تعمیراتشون رو خیلی ارزون بگیرن یا پول نگیرن، رایگان انجام بدن. اونایی که مثلا کیف و کفش و اینا تعمیر میکنن میتونن تعمیر رایگان انجام بدن برای یه عده. یا مثلا میشه که یه بار مهدی سلطانی عزیز اومد تو خندوانی پیشنهادی داد، گفتیم چه قولی میدی؟ گفتش که میرم تو یه سری از این سوپرمارکت های پایین شهر، میرم پیش آقای سوپرمارکتی میگم تو این دفترچه حساب و کتابت که با مشتریات داری ببینم کیان چند وقت پول ندادن، اونا رو من حساب بکنم. خب شادی برنامه رو تقدیم بکنیم به کیا؟ کشاورزا، کسبه تبریز، عکاس ها، بازنشسته ها، کی؟ خدمات شهری، مرزداران، پدر بزرگا، مادر بزرگا. خب بیا یه کاری بکنیم، الان به احترام فعلا بلند میشیم تا بگم کیا. شادی برنامه امشب رو تقدیم میکنیم به بازنشسته ها، به کسبه تبریز، به اینجا یه چیزایی گفتین خوب بود، سب کنیم، مرزبانان، آتش نشان ها، خدمات شهری، پدر بزرگ مادر بزرگا، و یه شهرم بگین، یه شهر، شهر ملایر و مردم عزیز شهر ملایر، به افتخارتون. خب قرعه کشی بکنیم نه؟ آقای شاه حسینی بوده بیا، به به آقای شاه حسینی تشریف کنید. خیلی ممنونم، ممنونم، مرسی. خب متشکرم، همه لطفاً کارتاتون رو در بیاریم بریم ببینیم چی میشه. بفرم. 41 سلام. سلام، مریم اصالت هستم. خانم اصالت؟ بله. بله خانم اصالت بفرمید. شماره 7. شماره 7. تماشای فیلم تو سینما به همراه 4 نفر، ان شاءالله بهتون خوش بگذره، بریم فیلم ببینیم، کیف کنین. خب بیا آقا. سلام. سلام خانم. زهرا سلطانی هست. خانم سلطانی بفرمایید. 11. 11. ساعت مچی و خیلی هم ساعت مچی خوبیه، خیلی هم مبارکتون باشه. کیف کنین باهاش. شماره 20. خوش دارید. سلام. سلام. سحر شهبازی. خانم شهبازی. بله بگی. شماره 14. شماره 14. سپاس. شما برنده اسکوتر شدین. 62. سید احمد میرافزلی. آقای میرافزلی. بله بفرمایید. شماره 8. 8.
سپاس. بلیت کنسرت به همراه یک نفر. بریم بیه. یک، دو، سه. بریم بیا. بدانگاه امشب با جناب آقای دکتر علیرضا سبزواریان. سلام. سلام. خوبی؟ چاکرم. آقا سوال کردن خوبین؟ خوبی. الحمدلله. شما چطورین؟ من که همیشه خوبم. به به، دمت گرم. در اسناد تجاری دو تا اصطلاح داریم، یکی اصطلاح زهر نویسی، یکی هم ضمانت. قبل از اینکه بگم، یک مسئولیت داریم، مسئولیت تضامنی. وقتی میگن مسئولیت تضامنی، یعنی همه اشخاصی که اون مسئولیت دارن نسبت به کل مطالباتی که از اونا میشه شخصا مسئولند. یعنی اینطور نیست که اگر کسی طلبکارشون میشه، مثلا اگر 5 نفر مسئولیت تضامنی دارند، این مطالبات به 5 تقسیم بشه و بعد هر کدوم به نسبت سهم خودشون مسئول باشن. نه، وقتی میگی مسئولیت تضامنی، یعنی هر کدوم از این 5 نفر نسبت به کل مطالباتی که ازشون میشه مسئولیت دارن و میتونه طلبکار از کل اموالشون کل مطالبات رو پس بگیره. خب در مبحث ضمانت و زهرنویسی در اسناد تجاری به این شکله که وقتی که سند تجاری به نام شخص خاصی صادر میشه، اون شخص میتونه تحت شرایطی این سند رو منتقل کنه به شخص دیگه. سند تجاری مثل چک؟ مثل چک. چک در وجه آقای جوانه. آقای جوان میتونن این رو منتقل کنن به شخص دیگری. صادر کننده چک به شما وقتی که این چک رو صادر میکنه و در اختیار شما قرار میده، شما میتونید این چک رو تحت شرایطی منتقل کنید به شخص دیگری. خب این انتقالش به چه شکله؟ خیلی ساده، پشت چک رو امضا میکنید و در اختیار نفر سوم قرار میدید. نفر سوم هم به همین شکل. یک موقعی هست که وقتی کسی چکی صادر میکنه، اون شخصی که میخواد چک رو بگیره اعتماد کافی نسبت به این صادر کننده چک نداره، میخواد که شخص سومی ضمانت بکنه که این چک یا این سند تجاری وجهش پرداخت میشه. اینجا میاد در قالب ضمانت و قبلی میگن زهرنویسی، چون پشت سند تجاری رو امضا میکنن، زهر یعنی پشت اون، میگن زهرنویسی کرد. انتقال با زهرنویسی صورت میگیره و ضمانت هم باز پشت همون چک میتونه امضا کنه به عنوان ضامن. از کجا متوجه بشیم؟ از اینجایی که وقتی چک یا سند تجاری دیگه در وجه شخص خاصی صادر میشه و امضا کننده پشت چک کسیه که غیر از این 2 نفری هست که چک صادر کردن و اون که دارنده چکه، نشون میده اینجا یکی از علائمی که مشخص میشه که اون کسی که اون امضا رو پشت چک یا سند تجاری دیگه زده، اون امضا امضای ضمانته. چه تفاوتی میکنه؟ اون کسی که ضمانت میکنه فقط ضامن اون شخصیه که ازش داره ضمانت میکنه، ولی زهرنویس، کسی که چک رو منتقل میکنه، مسئولیت تضامنی داره با صادر کننده چک و
سایر کسانی که چک یا سند تجاری دیگر رو زهرنویسی کردند. خیلی متشکرم. یعنی ما اگر پشت چک کسی رو امضا بکنیم ضمانت داریم میکنیم که اگر اون پرداخت نکرد ما پرداخت میکنیم. احسن. و این واقعا گردن ما میفته؟ هم بله. پشت چک هیچ کس رو امضا نکنید. نتیجه اینو میگیریم. نه خیلی ممنونم از اینکه که چک هم صادر نکنید. نکنیم. بله متشکرم. خندوانه ای عزیز، مهمان این بار خندوانه کسیه که شک ندارم حتی یک نفر پیدا نمیشه که بگه که من با ایشون خاطره ندارم، من کارای ایشونو ندیدم در زندگیم، اصلا امکان نداره در کل ایران بگردیم هیچ کسی نیستش که حتی شده یک بار از حضور ایشون در تلویزیون لذت برده باشه. نبرده باشه. آره ولی واقعا اینو نمیخواستم بگم، میخواستم دیگه اسمشو بگم که بگم خانم آقایان مجید قنار. بفرمین. سلام. سلام. متشکرم. خوبین؟ خیلی خوشحالم. من سلام کنم؟ بفرمین. سلام. سلام. این تنین صدا رو همیشه توی خونه میشنیدم. آره. با اینکه خودم از این کار رو میکنم ولی توی سالن و توی استودیو چیز دیگه. خیلی. سلام. سلام. خیلی کیف داره نه؟ عالیه، عالیه. منو بردن توی اون دنیای خودم. خیلی خوشحالم. به نام خدا سلام میکنم به بینندگان عزیز، به همه اونایی که هر جا الان نشستن رو برنامه زیبای خندمانه رو میبینن. خیلی خوشحالم در کنار عمود عزیزم و با برنامه خوبش که کل ایران دوستش دارن. بدون تعارف میکنم میگم سلام میکنم به همه همکاران خوبم در سینما، تلویزیون، تئاتر، به اون معلم های عزیزی که به من یاد دادند، به تمام استادای خوبی که من هدایت کردند و تمام بچه های ایران زمین، مخصوصا بچه های جنوب، شمال، شرق، غرب که عاشقشونم و خیلی دوست میدارم. دمت گرم. مجید جان، ما چشامونو میبندیم. شما ما رو ببر به فضایی که دوست داری یا جایی که هر چیزی که دلت میخواد. باشه؟ ما رو با خودت همراه کن. باشه. چند دقیقه؟ یه دقیقه. باشه. چشامون رو ببندیم؟ هر کی هم دیدی چشش بازه، چون من دیگه چشم میبندم، هر کی دیدی چشش بازه بهش اشاره کن که ببندیم. کیف کنیم. اجاره. ببندیم کیف کنیم از این سفری که با مجید عزیز میخواد بکنیم. ما بستیم. قلقلی نه دیگه عزیز من، این کار رو نکن، خواهش میکنم. ببین این کار بده، الان تو اینجوری میری بالای بلندی میخوای به پری پایین، خوب بده دیگه. آفرین قلقلی خوب من، باریکلا قلقلی.
حالا شدی یه پسر خیلی خوب. اولا پسر خوبی بودی ها، خیلی خوبه. حال دلم میخواد که دیگه اسباب بازیاتو به بچه ها بدی. بله؟ چی؟ دلت نمیخواد؟ مال خودته؟ خب اشکال نداره قلقلی، تو که همه دوستت دارن، تو هم بچه ها رو باید دوست داشته باشی. میتونی با وسایل اونو بازی کنی، اونا از وسایل تو استفاده کنن. آفرین به تو قلقلی من، باریکلا. حالا این شد، میبینم که خیلی خوب با بچه ها دوست شدی. اینم از قلقلی من. من دوره چند ساله؟ بله این دوره 27 سال پیش. تهیه کننده سرکار خانم فریما فرحی بودن، روحشون شاد. و قرار بود که آقای مهرپرور، خدا بیامرزشون، ایشون مجری باشن. فرهنگ مهرپرور. آره. قرار بود ایشون مجری باشن و من پارتنر کنارشون باشم. ایشون کار داشتن و توی همون روزا بود که من یه دفعه رفتم شهر بازی و دیدم یک پسر بسیار هنرمند دوست داشتنی داره با یک کسی که آکروبات کار کنه. اون زیر مثلا آکروبات کار بالا بود، اون پایین داشت به زیبایی کمدی کارش رو انجام میداد. دیدم چقدر زیباست. گفتم اسم تو چیه؟ گفت که من شهرامم. گفتم دوست داری بیای تلویزیون؟ گفت آره خیلی خوشحال میشم. و از اون موقع به بعد آمدیم و معرفی کردم به تهیه کننده و دیگه شد قلقلی اون برنامه که حرف نمیزد. آره این که ایده که حرف نزنه از کجا اومد؟ ما می نشستیم، کارشناس بود اون موقع، مشاور داشتیم، کارشناس داشتیم، می گفتیم درصدی از بچه ها گوشه‌گیر و خجالتی هن. خب که هر وقت مهمان میاد معمولا پشت در میمونن، نمیان توی مهمونی. الان هم تک توکی داریم، البته ماشاءالله بچه های الان. بعد بعضی از بچه ها واقعا درصدی داریم که لالا ناشنوان. بذاریم این برنامه رو اینجوری اجرا کنیم که اونا خوششون بیاد. به همین شکل که جا افتاد. و جالبه رامود عزیز، در اون زمان یعنی تا 17 سال پیش هر کس منو میدید میگفت قلقلی لاله، با همین میمیک صورت. آره قلقلی لاله. گفتم نه حرف میزنه. میگفت حرف میزنه، وای چقدر خوب. و جالب اینجاست که ما بعضی وقتا عزیزانی که ناشنوا هستن، نابینا هستن، اونا رو دست کم میگیریم. در صورتی که وقتی کسی یک حسی نداره، حسای دیگرش خیلی قوی. خیلی. یک ناشنوا پشت سر من زد تو خیابون و من برگشتم با همون زبان شکستش. گفت من شو برنامه شما رو میبینم. گفتم کدوم برنامه؟ ببخشید من اینجوری میگم، میخوام که یه خورده نزدیک کنم. گفتم کدوم برنامه؟ گفت قیقلی، قیقلی خیلی خوبه. گفتم که چطوره؟ گفت خوبه، اما قلقلی حرف میزنه. گفتم از کجا میدونی که قلقلی حرف میزنه؟ رامود عزیز یه چیزی گفت که منم از اون یاد گرفتم. گفت وقتی که قلقلی پشتش به توه و تو بهش میگی این کار نکن و برمیگرده میگه چش، پس میشنوه. از کسی که میشنوه لالم نیست. و واقعا من خواهش کنم برای همه اونایی که احیانا عضوی از بدن رو کم دارن، چه نابینا چه ناشنوا، یک دست خوب براشون بزنیم. چقدر قشنگ. آره این مال خاطرات اون موقع بود. شهرام لاسمی بسیار هنرمند. یه دست برای شهرام بزنیم. عالیه. بله ماشاءالله به شهرام. عالی. خوشمالی شهرام. بعدان کلی کیف میکنه اگه برامر ببینی. انشالله حالی برام یاد خنده بانه. انشالله. مجید جان تو خرمشهر به دنیا آمدی؟ بله من جنوبی هم و تا دیپلم خرمشهر بودم. خب از اونجا سال 54 بود که در دوره مدرسم معلم من خدا رحمتشون کنه آقای ایوبی معلم بود، توی صدا سیمای مرکز آبادان کار میکردن و گفت دید ما نمایش رو دوست داریم، گفت دوست داری بیای تلویزیون؟ و ایشون قسمت‌های از مثلا چخوف رو یکی از کاراش رو می‌کرد. ببخشید اون موقع هم تلویزیون استانی یعنی وجود داشت؟ استانی ولی برای خود استان. نه فقط برای آبادان. آها. و خوزستان. جاهای دیگه نمیتونستن ببینن. آره. و سیاسفید بود. آره. ما میرفتیم تیکایی رو اونجا و زنده اجرا میکردیم. یعنی شون صحبتهایی راجع به چخوف میکردن. ما یک متن کوتاهی رو دو نفری با دوستان اجرا میکردیم. و
از اون موقع به بعد دیگه که من آمدم تهران و دانشگاه و بعد کم کم آمدیم به شبکه دو یکی از شبکه‌های خوب کشورمون رو مشغول به کار شدیم. و چند سالی که الان در تلویزیون کار می‌کنیم؟ تلویزیون ملی یا شبکه دو؟ فکر کنم 37-8 ساله. آره دیگه دقیقاً از 62 من کارمند رسمیه شبکه به عنوان تهیه کننده و کارهای خودم و خودم بازی میکنم، خودم کارگردانی میکنم و بسیاری هم حالا از دوستان که لطف میکردن بهشون کمک میکردیم. برنامه های زیادی داشتم. یکی دیگه از اون برنامه از مدرسه تا مدرسه بود. بله. جالبه که رام بود عزیز، بعضی وقتا دلمون میخواست ولی اتفاقی پیش میومد که هر برنامه رو حالا حضارم اینجا اصلا بدونن که یک اتفاقی میافتاد و اون رو دست میگرفتن. مثلا اون برمه از مدرسه مرسه یه دوره دانشگاهی من بود، هر کس منو میدید چون شمارش قشنگی داشت اون شماره به یادشون میموند. من میتونم از حضار خواهش کنم که من میگم اونا جمعشو بدن. آره معلومه. آره مثلا من میگم 10 و 10 20 و 10 30 و 10 40 و 10 50 با 50 امتیاز برنده گروه خندوان است. تشویق کنید. از بازی‌ها و مسابقاتی که برگزار کردی در طول این همه سال می‌تونیم یه بازی رو اینجا انجام بدیم؟ می‌توانیم. بله. چی مثلا؟ میشه که به هر حال ما اونجا از بچه‌ها یک سوال می‌کردیم و مثلا می‌گفتیم که 30 ثانیه فرصت دارین جواب بدین. حالا این خیلی خوبه با کل هزار من رو فکر می‌کنیم که الان از مسامرس است و شروع شده. هیچی 30 ثانیه فکر کنن، هر کی از زودتر بتونه بگه که از 1 تا 100 چند تا عدد 9 داره یا 9 رو ما میبینیم. من چند تاشو میشمارم. 99 داره، 19 داره، 29 داره، 39 داره، 49 داره، 59 داره. حالا بگین از 1 تا 100 چند تا دونه 9 داره یا 9 رو میبینیم. کسی هست دستشو؟ 10 تا. اونایی که میگن 10 تا دست بالا. متشکرم. 11 تا. 11 تا. اونایی که میگن 11 تا دست بالا. خب حالا میگیم فکر کنیم 11 تا. رامبود عزیزم میگه ما میشماریم. سب کن خود. نه نه سب کن. 90 که میریم. آره 90 خودش یه دونه از 90 اونم 12 تا داره. 12 تا میشماریم. یعنی میگیم 90 بگین یک. بگین. چرا گیر افتادیم؟ ببین 19. اول باید بگین چند تا داره بعد بشماریم. پس همون من گفتم 12 تا. 12 11 20 تا. بله چند تا؟ 20 تا. 20 تا. آره؟ بله چون از 9, 19, 29, 39, 49, 59, 59, 60, 70, 80, 90, 92 داره 11 تا 90, 91, 92, 93. حالا به افتخار خودتون. اصلا یادم رفت 90 و 92 اضافه کردم. آره آره. و 29 داره. چقدر جالب فهمیدیم چقدر بی سوادیم. نه عزیزم. بله. این تقصیر ما مجریاس که هول میکنیم، عجله میکنیم، تایم کم میدیم. وگرنه دیگه اواخر داشتم میگفتن. چرا کار کودک رو انتخاب کردی؟ هر کسی یه مسیر رو انتخاب میکنه. من 7 سالگی بود که پدرم فوت کرد. خدا رفتگونتون بیامرزه. بعد احساس میکردم وقتی بچه ها دست پدراشونو گرفتن تو خیابون یه حس غریبی به من دست میداد. با اینکه مادر من هم پدر بود هم مادر و از همینجا من واقعا همیشه مدیونش بودم، تلاش میکرد که من خالی بودن پدر رو حس نکنم، ولی میدیدم که بچه ها با پدرشون بیرونن. به همین جهت خیلی دلم میخواست یه کاری انجام بدم که بتونم به یه شکلی اون محبت رو به بچه ها بدم. خدا خیلی به من کمک کرد و شکر گذارم همیشه. و عزیزانی که مثل معلمین میگم بزرگوارانی که منو هدایت کردن به من کمک کردن تا تونستم از این طریق، شاد اگر نمیشد نویسنده یک کودک میشدم. به هر حال از این طریق وارد شدم و با برمای کودک از سال 62 از مدرسه تا مدرسه بازی شادی تماشا که هر کدومشون برای یک اکت خاصی داره، یا اون مسابقه ساعت شنی گل گفتی یا گل گفتی،
به این شکل. آی شاه حسینی نمیای؟ ای جان سلام. اینقدر بحثتون جذاب بود. ای جان خب چند نفر من و مجید خان شرکت میکنیم؟ بله شما قنات فعلا. بله یعنی آقای امیرفضلی شرکت نکنه؟ نظرت من چیکاره باشم این وسط؟ آقا سوال ازمون پرسیده میشه، هر کدوممون 5 ثانیه وقت جواب دادن داریم. همه سوال ها هم جوابش 3 تاست. حالا متوجه میشید 5 ثانیه هم اینجوری بهمون اعلام میکنن، یعنی تموم شد این 5 ثانیه، تموم شد. برو بریم با یه قناه شروع میکنیم. مجید تو شروع میشه؟ نه چرا، از من شروع کنم. از آقا جوان 3 تا عدد بگین که با سین شروع بشه. 3 33 38. آقا قناه 3 تا مدل عینک لطفاً. با چی شروع بشه؟ ریوان، آفتابی. آی جوان 3 تا ساز ضربی. تنبک، دف، تبل. آی قنا 3 تا بیماری رو نام ببریم. وبا، سل، سرطان. آی جوان 3 تا از شخصیت های کلا قرمزی. کلا قرمزی، پسرخاله، آقای همسایه. آی قنا 3 تا نماد کشورهای آسیایی. آی جوان اومدم فکر کنم. خب آقای جوان 3 نوع قابلمه. چطور مال من آسیایی بود، مال تو قابلمه؟ از یعنی چی؟ یه لحظه صبر کنید، از چی؟ قابلمه مسی، قابلمه تفلون، قابلمه روحی. اصلا نمیفهمیدم سوال این چیه. خیلی خب بریم. آقای جوان 3 تا سنگ قیمتی نام ببرین لطفا. فیروزه‌ای، مرمر، عقیق. آقای جوان 3 تا استادیوم تو ایران نام ببرین. استادیوم آزادی، شیرودی، شهید کشوری. آقای قنا 3 نوع تنقلات کنار چایی. قند، خرما، توت. آقای جوان 3 تا قلعه ایرانی نام ببریم. قلعه؟ آره. قلعه دماوند، قلعه ای وای، ای بابا. آقای قنا 3 تا افسانه عاشقانه ایرانی. افسانه فراز شیرین. آی جوان 3 تا اصطلاح نجوم یا کیهان شناسی رو نام ببرید. بزن. دو به اکبر، دو به اصغر، تو وطن، تو اصغر. بزن. آی قنا 3 تا اسم دوتایی. 3 تا اسم دوتایی. تابتا، محمد علی، محمد حسین، محمد حمید. نداریم. محمد علی دیگه. نداریم. بابا ما کسی نداریم. محمد حمید. محمد حمید داریم؟ داریم؟ خیلی خب باشه، باشه، پذیرف رو. متشکرم. محمد حمید. سه تا دریاچه نام ببرید. سه تا دریاچه. سه تا دریاچه. در ایران، بله. ارومیه. بزن. آقای قنا 3 تا مدل کیک نام ببرید. کیک تر، کیک خوش، کیک خامه ای. کیک تر، کیک خشک. خوش، آره آره خشک دیگه. کیک خوش. کیک خشک دیگه. خانم محمد حمید داریم که کیک خوش. بله بله متشکرم. آقای جواد 3 تا وسیله مورد استفاده داورهای ورزشی. اصلا گوش ندادم. سه تا چی؟ وسیله‌ای که داورهای ورزشی استفاده می‌کنن. سوت، پرچم، تفنگ. هست بند هفتی قبوله. آقا هفتی برای دو میدانی داور دیگه. گفت ورزشی همه چی. آره ورزشی. آقای قنا 3 نوع سخت پوستان رو نام ببرید. سخت پوستان، تمسا، کروکودی. تمسا و کروکودی. آی جواز سن و شامپو. سن و شامپو. شامپو ضد شوره، شامپوی نرم کننده، شامپوی معمولی. آی قنا 3 تا سوغات شیرین. عسل، سوهان، گس. آی جوان 3 تا قطعه کامپیوتری. ماوس، هارد، مانیتور. آی قنا 3 تا اختراع انسان‌های اولیه. انسانی آتیش، اختراع، اختراع آتیش و آتیش کشفه، کشف کرد. بزنید. خانم سایه آرا رو اعلام می‌کنید. اه تموم شد؟ بله، مرحله اولش. 7 6 من اینجا جلو افتادم. یه مرحله دیگه هم داریم. متشکرم. آخ چه قشنگ بود. خیلی. این حضور ذهن رو قوی می‌کنه. یادم باشه اینو استفاده کنم برای تو دانشگاه برای بچه‌های من، چون من دانشگاه هنر درس میدم. چی درس میدی؟ تئاتر، خلاقیت، بداهه و اینه که اینها واقعا به خلاقیت کمک میکنه. به نظرم میتونه نوع سادهش رو برای بچه‌ها داشت و نوع چمپر پیچیده‌ترش رو برای اون بچه‌ها داشت. و هم تو دانشگاه علمی کاربردی 46.
دمت گرم. قربونتون. یه دست برای بچه‌ها بزنیم. عالیه. آره. دانشجو. دانشجو. آره دانشجو. دوستشون داری؟ رابطه چطوری باشون؟ بسیار زیبا، بسیار عالی. بسیار عالی. بسیار خوب. ماشاءالله بعضیشون قدشون خیلی از من بلندتره و چارشونه و واقعا ماشاءالله با اراده و بچه های هنرمندی داریم. واقعا ما توی ایران تا کودکان ما هم ماشاءالله بچه ها چقدر مستعدن. حالا چون میگم دانشگاهی بسیار بچه ها بازیگر خوبی هستن، بسیار خوب خودشونه نشون میدن و از همینجا میگیم که خواهش کنم کارگردان ها برن دانشگاه های جایی که بچه ها بازی میکنن استفاده کنن، دوست دارن. اینجا باید کنترل. خاطره بامزه داری از تمام این سالها؟ بله، فراوون. صبح بود 8:30 برنامه زنده فتیل جمعه دهیله که 8 سال برای زحمت کشیدم و این یک بچه بزرگش کردم. بعد یادتون باشه اگه سوالی هم داشتین توی زمینه بگین من انجام میدم. و وقتی کسی رو از بچهش دور کنن دل شکسته میشه. میخواستیم برنامه اجرا بشه، مدیر صحنه گفتن که 5 دقیقه دیگه شروع میشه. گفتم من آمادم. یه بچه اومد لباس من کشید، گفت عمو قنات. گفتم جانا. گفت اونو نمیذاری اینجا تو اون چیزا رو؟ گفتم آه درست میگه، میکروفونه. چش چش. گفتم همکارم میکروفون لطفاً. میکروفونی که گذاشتن فرصت بود. گفتم از کجا متوجه شدی؟ گفت پارسال یه بار دیگه اومده بودم، تا گفتن 5 دقیقه دیگه یه نفر اومد یه چیز اینجا گذاشت. نگاه بچه‌ها رو ببینیم، بچه‌ها عین آینه می‌بینن، می‌گیرن. من خواهش می‌کنم پدر و مادر اگه توی خونه احیاناً حالا بحثی دارن، صحبتی دارن، یادشون باشه اگر اون بچه نشسته داره چیزی رو می‌نویسه یا می‌خونه یا بازی می‌کنه، چیزتون یه حواسش داره می‌شنوه. یه دفعه دیگه داشتم برنامه اجرا می‌کردم، صبح بود. گفتم سلام، صبح بخیر. برنامه شروع شده با بچه‌ای که اینجا هستن. آماده این انشالله که برنامه رو شروع کنیم. دیدم یه بچه تو تماشاچی میگه باز دوباره گفتم که صبحونه بخورین، صبحونه خیلی خوبه، بعد از صبحونه حتما آماده میشین که بازی کنین. دیدم باز این بچه میگه نگاه کردم ببینم چه خبر. خیلی سریع، حالا 3 تا دوربینم جلوی من بود، زنده بود. نگاه کردم دیدم یک بچه دستش تو صندلی گیر کرده و این میخواد بکشه بیرون، در نمیاد. حس من به من اینو میگفت سریع که مجید این نگرانه، ممکنه برامتون تموم بشه و برید و من تنها بمونم. حس من اینه. آها گیر افتاده. آره فکر میکرد که الان که ما بریم اینجا میمونیم. آره آخه اتفاق. بعد ادامه دادم. خیلی خوشحالم بچه ها نشستین برنامه رو میبینین، احیانا بزرگترم دارن کارشون میکنن. آهستاسه رفتم کنار تماشاچی ها، به اونی که راحت نشسته بود گفتم یک ذره میره اونور من بشینم اینجا. نشستم، هیچ کس هم متوجه نمیشد. 3 تا دوربین منو داشتن. گفتم خیلی خوبه، خب جامونو جمع میکنیم، صبحونه میخوریم و بعد آماده میشیم شاید با بزرگتر بریم بیرون. دست گذاشتم رو دست این بچه. رامو یه نفسی کشید. آخه یعنی چی؟ به من اینو میگفت که عمو قنات فهمیده، پس من دیگه تنها نمیمونم. نه منو نجات میده. نجات در اینکه داشتم حرف میزدم کی صبحونه خورده، نگین پنیر نمیخوام، پنیر خوبه، هر غذایی که دادم بخوریم، هی داشتم این دستشو در میآوردم که از این میله در بیاد. دوربین فقط منو داشت یا جمع لانی رو داشت، یعنی همه تماشاگر متوجه نمیشدن من چی کار میکنم. دیدم در نمیاد، بچه‌ای گیر کرد. این توی مثل یه برنامه بود دوست عزیزم آقای جبلی، دستش بچه هنوز اونجاست. اون بچه هنوز گنوزه اونجاست، بزرگ هم شده، انگوشش گنده شده، گیر که مونده اون تو. خلاصه اون تنها برنامه بود که من یه دستی گفتم خواهش کنم همه به من کمک کنن، که گفتیم یه برنامه، همه بگن خواهش کنم یه برنامه ببینیم، یه برنامه ببینیم، یه برنامه. رفت کارتون پخش بشه. بعد گفتم چی شده؟ با اون زبان شکسته قشنگش گفت داشتم بازی میکردم انگشتم گیر کرد. خلاصه دیدم در نمیاد، از همکارم خواهش کردم یه خورده آب و صابون آورد در آوردن. ببین رام بود، من میتونستم با اون انگشت اون 20 دقیقه بچهای اونجا رو بخندونم، میتونستم همه بینندگان رو بخندونم، اما به چه قیمتی؟ آره. دیگه اون بچه مادام توی محل، توی خونه، حتی بزرگم میشد اون رو دست مینداختن و به نظر من هیچ قشنگ نبود. آفرین، دمت گرم. این یکی از اون واقعا دمت گرم. یکم لطفاً، یکم لطفاً از خرمشهر بچگیت برامون بگو. و بعد بریم بیایم، جناب خانم قراره بهمون اضافه شه. جانم، بله خوشحال. از همینجا که ما دست دادیم حد بدون آدم های توی خونه هم دست زدن. بین خرمشهر و آبادان
که از همینجا به همه بچهای جنوب سلام میکنم، میگم گرما سخته میدونم، بی آبی خیلی سخته میدونم، و یادتون باشه دل ما با شماست. فر از همینجا میگم مسئولین عزیز، هر کاری که میکنین که بتونن بچهای عزیز ما، مردم خوب جنوب اونجا که تونستن توی جنگ واقعا بایستن و ایستادگی کردن، نگذاریم که خدای نکرده احساس کنیم این کمبودا هست، چرا که واقعا همه بچه های ایران بلخص جنوب مهمان نوازن و دوست داشتنین. ما وقتی میخواستیم از خرمشهر بریم آبادان، بین ما یک رودخونه بود کارون و باید با قایق مینشستیم، دو ریال میدادیم با قایق میرفتیم اونور. ماشینای قدیمی بنز اون موقعی که گازایلی بود مینشستیم و ما رو میبردن به سمت صدا و سیما مرکز آبادان و اونجا برمر اجرا میکردیم و میومدیم. این مثلا چه سالیه؟ سال 54 53. البته من هیچ وقت بزرگ نمیشم، اما هر کاری کنم همون کودک میمونم. قربونتون، متشکرم. تو کودک درون فعال‌ترین بچه جهانه. قربونتون، متشکرم. و بعد میرفتیم اونجا برنامه اجرا میکردیم و این همه راه رو دوباره برمیگشتیم و دوباره قایق سوار میشدیم و میومدیم. یک اون پل مخصوص خرمشهر رو که همه میدونن و دیدن، ما با دو چرخه از روش میرفتیم و میومدیم. بهترین تفریح ما دوچرخه بود و گرما رو هم احساس نمی کردیم از همون موقع که واقعا گرم بود، الان که دیگه واقعا بیداد میکنه. من خلاصه گفتم که بتونیم اگر خواستید به جای دیگه بریم، ولی از همون مدرسه من برنامه شروع میکردم، دوره دبستانم و بعد رفتیم خانه جوانان و بعد پیشاهنگی، اونجا کار تئاتر میکردیم و توی کانون پرش فکری کودکان و نوجوانان اون موقع کار تئاتر میکردیم. از همونجا شروع شد. دورترین خاطره که تو زندگی داری مال کیه؟ دورترین قبل از اون دیگه چیزی یادت نیاد؟ دیگه یادم نیاد. دورترین خیلی سوال سختیه. فقط دورترینش اینه که من بچه بودم و هر وقت گرسنه میشد، خب مادر میرفتن سر کار، به هر حال هم پدر بود هم مادر، تا ساعت 3 که بخواد میومد وقت مثلا گرسنه میشد. یه شیرینی فروشی بود، تو مثلا چند سال بود فکر میکنی؟ اون موقع مثلا 7 سالم بود، 6 و 7 میگم که دیگه آمده بودیم خرمشهر، من شادگان به دنیا اومده بودم و بعد اومدیم اونجا، میرفتیم از اونجا اون شیرینی مخصوص رو میگرفتیم و چه کیفی داشت. چای رو شیرین میکردیم و اینو میزدیم تو این چای و این نرم میشد و میخوردم و بعض وقتا اینقدر نرم میشد که تا میومدم میفتاد شلاف میفتاد توی اون چای. و این تجربه رو هممون داریم. هممون داریم اینو. نه آره، این شاید تازه داشتم شک میگرفتیم و چیزی یادمون میموند. بریم بیایم و جناب خانم بمون اضافه شه. آماده؟ یه یک دوست به مدل تو بگیم بریم یه برنامه ببینیم. ایجا بگو ولی مدل شما خیلی زیبا باید ما که همیشه داریم اونو. باید اول دستامونو بگیم بام 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 بام. حالا بگیم یه برنامه یه برنامه. خانم و آقایان، مجید قنوت مهمان خندوانه، جناب خان قشنگم به ما اضافه شده. وای واقعا بود رامبود دیونه دارم میشم. چرا؟ از 3 سالگی دوست داشتم امو قناد از نزدیک ببینم. عزیز من از 3 سالگی نقد امو قناد امو گل گفتی آی گل گفتی آی دی 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 مثل یه بلبل گفتی آی دی 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 جواب عالی دادی گنچه بودی که گفتی گنچه بودی که گفتی رید ردی دادی دید رامبو دارم دیونه میشم. عالی بود، آفرین. گل گفتی. رامبو لباسامو قشنگ پوشیدم. خیلی چطور شده اینو؟ از این اسپنسرها انداختم رامبو. آها. از این اسپنسرها انداختم شلوارمو نگه دارم.
خیلی قشنگه. قشنگه؟ آره. آمو قنا دوست دارم. به خاطر اینکه آمو قنا اومده اون رنگ لاب اون دارم بود. دوستش دارم. اجازه؟ اجازه؟ جان اجازه آمو قنا؟ اجازه ما هم دست شماست. اجازه میشه بریم دست شوری؟ الان ببخشید نمیدونم. وا چه خوشحال زغ زده. خیلی آمو قنا دوست دارم. خیلی دوستش دارم. دوستش دارم. منم زغ زده شدم. شما رو از نزدیک میبینم و با این کار خوبی که انجام میدید. چاکرتم. آقا من خوشحالم که یه همشهر اینجا دارم. نوکرتم. آقا ماشاءالله خوزستان. ماشاءالله. خوزستان برزیلت آبادان. جواب میخوام برزیلت. خوزستان برزیلت آبادان. جان جاب آمو قنات دوستش دارم. خواهش من. خب باشه. میدونی بچه جنوبم چقدر تو رو دوست دارم. البته بچه ایران هم دوست دارم. نوکرتم. واقعا ولک ایجوری که تو میخونی نه ما که دیگه داغ کردم. دیوانم کردم. الو گرفتم. حالا دیگه اصلا گرما رو نمیفهمم که. آمو قنات خودتشم زدی با این لهجت. به سید عباس نوکرتم آمو قنات. یه دور دیگه بیا خواهش کنم. از همون جنوب بیا. آبادان. خوزستان. خرمشهر. ای جان دیوانه دارم جرام بود. جناب خان تو خرمشهر رفیق کیا رو داری؟ خرمشهر تمام بچه ها رفیقن رامو همشون از اماد و جاسم و حسون و محمد و فرحان و خیابونه که تو خرمشهر زیاد باشه کل خیابونه فلکه دروازه آره فخر رازی مسجد جامع بازار سیف صفا رامو مسجد جامع رفتی؟ عشق کردیم ما توی مسجد جامع خرمشهر وجدانن فقط ای کاش که جای گلوله دیگه رو دیوارا بعد این همه سال نمونده بود چرا اینا رو ور نمیدن؟ چرا درست نمیکنن؟ بابا جای گلوله هنو تو شهر هست رامو آره خیلی هنو آب نداره این شهر هنو آب نداره خب ما برام براشون الان یعنی بابا فیشون برام یه جوری رفتارشونه در بیارم که نفهمن اکل این دوستو من برای همین آوردم رام بود حمید رضا بله حمید رضا رفیقته حمید رضا رفیق 20 سالمه گفتم امشب دیگه کسی بخواد ببافه میدم حمید رضا ببافه آقا حمید رضا یه لحظه خواهش میکنم سر پا وایسا ماشاءالله حمید رضا مطمئنن یه جوری میبافه که دیگه آدم باز نمیشه که هیچ فیزیوتراپی نمیتونه بازت کنه بفرمایید حمید رضا جون بفرمایید ببخشید ما پریدیم وسط حرفتون مشغول بودین بفرمایید خواهش میکنم رامبود ما رو برد توی خوزستان آره آره واقعا یاد اون روزا افتادیم که خب جنگ شد و چقدر تلاش بود و چقدر فعالیت بود و البته یک جایی رو ساختن که موزه است توش که میرین خیلی شیک و قشنگه بیرونش اون علامت‌های جای تیر و تفنگ هست که اون یادگار اون موقع دیده بشه ولی دقیقا درست میگین چقدر خوبه که توی شهر هرچی اینها یه مقدار از بین بره یه مقدار روحیه شادتر بشه معلومه. و معلومه چون خود نخلای اونجا حرف میزنه آره نخلای اونجا نمایان یک خوزستان دیگه دقیقا. و بچه ها چقدر خوبن و با محبت مثل بزرگتراشون اگر قرار باشه که الان یک جمله رو به کسی بگی به کی میگی؟ رو به لنز خب دو تاست اشکال نداره یکی این که به مادرم میگم مستقیم به خودش آره مامان جان خودت میدونی که مجید تو رو دوست داره و همیشه هر چی گفتی گوش داده و سعی میکنه زحمات رو جبران کنه. انشالله که ما رو دوست داشته باشه و احیانا اگه خطایی داشتی ما رو ببخشه. یکی دیگه هم به تمام بچه های ایران. بچه های ایران یادتون باشه. الان بزرگترها با همه سختی برای شما زحمت میکشن. یادمون باشه وقتی بزرگ شدیم جبران کنیم که شما بچه های خوب و حقشناس ایران هستید و این کار رو میکنیم رامبود بله رامبود آموغنات اصلا تکون نخورده ماشاءالله
یعنی دو نفر رام بود تو برنامه کودک تلویزیون تکون نخوردن. یکی آموقناد، یکی پلنگ صورتی. از همون سال تا الان این دوتا همون جوری موندن. این که کارتونه. همون میگم تکون نخورده اصلا. ماشاءالله. قبلش رو پخش میکنن. ماشاءالله. میدونین ولی آموقناد، آموقناد نگاه چی کارهای با دستم بلدم، نگاه کن، نگاه کن یاکو. آخ جان همینه، همین راست میگه آرام بجا. معلومه همه برنامه ما رو نگاه میکنی یا خواهش کنم اگه میتونی این یه حسی که دو تا دست یه کار رو انجام میده در از تمرکز دیگه، یا اون یکی هم اون یکی هم بلدم، این هم بلدم، این آفرین، این هم خوب بود. بله بله این هم بلدم رام بود. ای آها لایک ای جان بابا تو همه برنامه ما رو دیدی؟ تمامش حفظم، تمام برنامه هاتون حفظم رام بود. یعنی از مدرسه تا مدرسه، به دنبال مهر، بازی، شادی، تماشا، نمایش هفته، چرخونه، گل و گلدون، سبز، زرد، قرمز، مسابقه کوچک، آقا تقی، ماهک و ماهور، دو قلوها، جمعه به جمعه، خونه به خونه، فیتیل جمعه تعطیله. وی آفرین ماشاءالله، آفرین به تو. بیشتر از من شما یادت ها دوست دارم. آفرین به تو. منم دوست دارم. دل به دل راه داره. گفت فیتیل جمعه تعطیله. من راجع به فیتیله از تو سوال جدی خواهم کرد، تو بعد سوال جواب جدی بهم بدی. خواهش می‌کنم. الان نگه داریم. آره باشه. هیچ کار نکنیم. سلام. باز مسابقه است. ادامه‌ش. از همونا. آره. جناب خان تو هم هستی یا؟ دارمت. برو تعبیریم. ببین قبلی رو من یه امتیاز از مجید بالاترم. تمومی دوتی خیلی خلاصه این دیگه، من سه امتیاز از جفتتون همین الان بالاترم. بشمار بریم. برو بریم با آقای قناز شروع میکنیم. سه تا قهرمان مجید، رامبود، جناب خان. آره بله. اینجوری بله. بریم آقای قناز، سه تا قهرمان المپیکی رو نام ببریم. آقای جواد، سه تا وسیله الکترونیکی، موبایل، تلویزیون، یخچال. جناب خان، سه نوع ظروف یک بار مصرف. بشقاب یک بار مصرف، لیوان یک بار مصرف، دندون یک بار مصرف. آیقن سب کنید، دندون یک بار مصرف چیه؟ دندون؟ ای دندون ها که میذارن تو دهن فقط یک بار مصرف میکنن. دندان شیری قشنگ گفتم. سوال این بود، سه نوع ظروف یک بار مصرف. خب گفت درست گفتم. درست گفتم. چه حسینی تو که بوشهری هستی و درست گفتم. خواهش میکنم. آقای قناز، سه تا گربه سانان. گربه، پلنگ، سانان. سانان، سانان. سانان. سه تا از اجزای خون. گلوبول سفید، گلوبول قرمز، پلاسما. جناب خان، سه مدل پیش غذا. دسر، سالاد، ژله. بول گفتی آی گل گفتی، آی دی دی دی، مثل یه بلبل گفتی، آی دی دی دی، جواب عالی دادم، گنچه بودم شکفتم. جان جان با نمک. جان جان الان با جفت ها میام تو شکرم. آخ جون، آخ جون. خب آی قناز، سه تا شغل در ارتفاع. در ارتفاع خلبان، مهماندار. شانس تو با تو یار نبود، جواب ندادی دندون، اگر برنده می شدی این جایزه مال تو بود. عالی. آی جوان، سه تا لوازم یدکی خود رو. جناب خان، اینقدر به نظرم بدی بود. جناب خان، سه تا موجود منقرض شده. دایناسور، تیرانوزوروس، استگوسوروس، پلاکلاتوس. به جان خودم درست گفتم. رامبو خب دست میداره. آقای قناز، سه تا شهر ساحلی. یه رسابو جان من درست گفتی؟ رامبو، تیرانوزوروس، تیرانوزوروس رو میدونم، استگوستاروس، تریسراتوپس. به جان خودم درست گفتم. خیلی خوب. آقای قناز، سه تا نوازنده معروف ایرانی. محمد حیدری. محمد حیدری. ای وای محمد حیدری. آی جوان، سه تا مدل آستین. آستین کوتاه، سروب بلند. جناب خان، سه تا پل معروف بگو. پل خرمشهر، پل کارون، 33 پل. آفرین. آی قناز، سه فلز گرانبها. طلا، نقره، برنز. برنز ها. آی جوان، سه تا گروه خونی. او مثبت، او منفی، او آبه. اوه آبه؟ آبه، آبه، اوه منفی، اوه مصبت. اونایی که میگن گفت اوه آبه دستا بالا. درست. خوبا با خیلچی. همین ملت علیتن، خدا رو شد.
جناب خان، سه تا حیوان نیشدار. مار، عقرب، عنکبوت. بله. آقا سه تا شهر مذهبی ایران. قم، مشهد، اصفهان. آقا جوان، سه تا وسیله برای سفر. وسیله یعنی چی؟ وسیله که سفر نیازه. چمد. اعتراض نکو به داور، میام به بافتا. سه تا حیوان افسانه‌ای. اژدها. اژدها افسانه سه برادر. آقا قنا، سه نوع مار. مار افعی، مار آبی، مار مار برقی. مار برقی. آی جوان، سه مدل آبی، مار برقی. آی جوان، سه مدل غذای آسیایی. سوشی واکاتا. سوشی، سوشی شیمبالا شفتالو، شوبول شیمبالا تو البالو. جناب خان، سه نوع هنر ایرانی. مینیاتور، مینیاتور، مینیابافی. قشنگ گفتم. آی قنا، سه نوع چاشنی غذا. فرنی، شیر برنج. چاشنی عزیزم. فرنی چاشنی؟ نه. فرنی چاشنی. فلفل زردچوبه مثلا دارچین. فلفل زردچوبه دارچین. آی جوان، سه تا شغل مربوط به سلامت روان. روان سوال از یه آدم غلطه به نظرمون. جناب خان، سه نوع پاستا. پاستای آلفردو، پاستای استفانو، پاستای فیوره. قشنگ گفتم. فیوره نداری. داری داری داری. پاستای فیوره چه کدومه؟ استفانو فیوره، بازیکن ایتالیاس، خیلی پاستا دوست داره. آی قنا، سه تا اتوبان نام ببریم. اتوبان همت، اتوبان کرج، اتوبان جوان. آی جوان، سه تا شهر مرزی. سب کن مجید دیگه سومی رو اینجوری کرد. گفت یعنی اونی که اون گفت. خیلی هم جدی اون. آره. آی جوان، سه تا اسم که آخرش الف باشه. روزیتا. جناب خان، سه تا ورزشکار خانم. مریم توستی، مریم قرمز، مریم آبی. قشنگ گفتم. آی قنا، سه تا لهجه زنده در ایران. لهجه شمالی، لهجه اصفهانی، لهجه شیرازی. آی جوان، سه نوع شنا کردن. کرال، پروانه، قورباغه. جناب خان، سه تا سریال کره‌ای یا ژاپنی. جومونگ، لینچون، هانیکو. آی قنا، سه تا غذای تیلیتی. غذای تیلیتی. تیلیتی، تیلیتی آبگوش. آی جوان، سه تا رنگ با میم. مشکی، میشی، نمیشی. جناب رامبو جان، مشکی، میشی، نمیشی. خوبه؟ جناب خان، سه تا اسم دختر که اسم گل هم باشه. پروانه، روزیتا، غزال. گل. رامبو دست تو اینجور بیا پایین میدون به بافتا. عزیزم، حمید رضا با منم رفیقه. نه او قدی که با ما رفیقه. خیلی خوب باشه. آقای قنا، سه مدل خانه. خونه چوبی یا ویلایی. خونه مادر بزرگه. آپارتمانی. آقای جواد، سه نوع پولو. سرش پولو. جناب خان، سه تا دانشمند ایرانی. پروفسور سمیعی، پروفسور حسابی، پروفسور جناب خان. و آخرین تو پروفسوری؟ یه لحظه سب که تو پروفسوری واقعا؟ رام بود، ما ستا رو به نظرت کجا میبرن؟ جان چرا واقعا تخصص تحصیلی چیه؟ لبولوژی. لبولوژی؟ بله. کجا اینو خوندی؟ تو لوژی. لوژی کجا هست؟ لوژستان. که در کدوم قاره هست؟ لوژنبالیا. یه سوال دیگه بکنی حمید رضا. آخری سوال از هر نفر. آقای قنا، سه تا اسم پسر با شین. شایان، شاپور، شیرزاد. آقای جوان، سه تا شغل مراقبتی. پرستار، پزشک، در واکانتاس. جناب خان، سه تا باشگاه اسپانیایی. لوانته، زاراگوزا، والنسیا. رئال و بارسای نگفتم که پوز بدم، دادم. آفرین. خیلی ممنونم، خیلی ممنونم. خواهش می‌کنم. متشکرم آقای امیرزایی.
امیر سایی کوکا کیبورد، امیر سایی باتونم کیبورد. چه اینجوری میکنی با امیر سایی؟ چه اینجوری حرف میزنی؟ چه اینجوری میکنی سرتو؟ رامباج بله. محمد رضای دارون با هر کی هر جوری دلون بخواه حرف میزنم. آقا حمید رضا اسلحه که نیست، اینجوری آدم باهوش عاقله. حمید رضا یه لحظه سرپا وایسا، خواهش میکنم. دیدی به رخ میگه دیدی اصل هست. ماشاءالله بچین دیوونم کردی. امیر ساعی کیبورد ماشاءالله خدایا شکره. ما دوتا شیش تا پنج شانسمون با میار نبود، جواب ندادم تندل. اگر برنده میشدم این جایزه مال ما بود. آفرین. خب راجع به قلقلی ها بگو. قلقلی نه 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 ببخش، راجع به فیتیله. در سال 83 این برنامه مدیر گروه کودک جناب آقای نعیمی زاکر محبت کردن و به من این اطمینان داشتن که بتونم یک برنامه زنده داشته باشم به این شکل. چرا؟ همیشه وقتی بچه‌ها برنامه کودک می‌دیدن، مجری که میومد میرفتن بازی میکردن، وقتی کارتون میومد میومدن، مثلا مامانش میگفت که همین رضابی کارتون شروع شده. آره. ما میخواستیم حرفای مجری رو یک جوری بگیم که بتونن بچه‌ها اونا رو چون به هر حال آموزنده بود، به همین جد آمدیم مجری‌ها رو به صورت نمایشی درآوردیم و از سال 83 این راه افتاد به طور زنده 9 صبح جمعه تا ساعت 12. باور کن رامبود، صبح که میرفتم با تن و بدنم میلرزید و میگفتم الهی با امید تو، چون نمیدونستم دیدم ممکنه پروژکتور ناخودآگاه اتفاقی براش بیفته. آره. حضور بچه ها و بعد این برام تا ساعت نزدیک به 12، یعنی بعد اذان رو پخش میکردن تموم که میشد. آره. صدای اذانی که میشنیدم یک نفس راحتی میکشیدم که به خوبی تموم شد، انجام شد. بار آموزشی داشت، بار تربیتی داشت در تمام زمینا و یک جوری بود که بزرگترها هم جذب شده بودن. قرار نبود ما بزرگترها رو جذب کنیم، ما برای بچه ها بود. آره. اما رفته رفته خب من به عنوان تهیه کننده و اجرا بودیم و با کسایی که لطف میکردن به من کمک میکردن انجام شد. به یک جایی رسید که احساس کردم که نخوام این برنامه قطع شه، ولی با رفتن من این برنامه ادامه پیدا کنه. حالا چرا و به چه جهت و چه اتفاقی افتاد این رو بماند. من کشتم کنار، ولی اون برنامه گفتیم ادامه پیدا کنه که مدیران و وقت قبول نکردن، گفتن شما چهار تا این و باید همون جور باشه. راست میگه، یک چهار پایه بودیم، نه من بیشتر داشتم نه دوستان، همه با هم همکاری میکرد. به همین جهت دیدیم واقعا نمیشه. من گفتم که اجازه بدید، فکر کنید من امشب خوابیدم صبح نشدم، حالا این برنامه به هر حق دیگه اتفاق ممکنه بیفته، گفتم اجازه بدید من توی بودنم این برنامه رو ببینم. به همین جد به این شکل اجازه دادم من بکشم کنار، وگرنه مسئولین اجازه نمیدادن. و اون برنامه بعد از 6 ماه ادامه پیدا نکرد و بعد تعطیل شد و بعد از یک اتفاق، چون من تمام به دلیلی که کارمند سازمان بودم جز به جزشو باید مراقب می بودم، باید مواظب بودم. من اونجا یک معلم، یک پدر، یک مادر، یک پلیس، یک پزشک، چون نماینده اینها بودیم و باید اونجا می بودم به این شکل. اما متاسفانه خب هر چیزی یک برای هر گروه یک رهبر میخواد، یک جایی میخواد که بتونه اینها رو جمع کنه دور هم و اون برنامه یا هر کاری که میخوام به خوبی انجام بشه. متاسفانه اون اتفاق افتاد. من فقط یک چیز رو میخوام از همین جا به تمام هنرمندان جوان بگم، بگم خواهش میکنم هیچ وقت اجازه ندین که غرور بهتون رخنه کنه. اگر زیبایید، اگر ثروت میخواید داشته باشید، هر چیزی رو نگذارید غرور ثروت، غرور زیبایی، غرور کار شما رو بگیره. و بدونید من 37 سال همین جور بودم، بیرونم میرم همینم و هیچ وقت یعنی اگر اون موقع تغییر کنم، یعنی احساس میکنم که دیگه به قول آقای سمندریان میگفت کسی که خدا بیامرزشون، کسی که بخواد مغروشه این روز مرگش رسیده. این بود که متاسفانه این برنامه میتونه سالهای سال ادامه پیدا کنه. حیف شد واقعا، حیف شد واقعا، حیف شد واقعا، حیف شد و
شاید مسبب و اینها یک نفر بود که دوست من حتما خودش در خلوت خودش میشینه و احساس میکنه که اشتباه کرده و این اشتباه منجر شد که این برنامه به کل تعطیل بشه. به همین جهت میگم خواهش میکنم که بچه های هنرمند، بچه هایی که هر جا هستید، نگذارید غرور به شما نزدیک بشه. متشکرم. الو الو الو، سلام شوری، احوال خوبی؟ قربونه یه لحظه گوشی بذارم رو اسپیکر که بقیه هم بشنم. یه لحظه. از بچه خرمشهره؟ نه دوستان. چطوری خوبی؟ فدا چون قربونت. آره آره، آموغناد اینجاست. ما که چیزی نمیشه. سلام میرسونه قربونت برم. مخلصتم. آره آره سلام میرسونه. خدافظ خدافظ. سلام علیکم. رامبو جان. کی بود؟ قلقلی. آره آره. خب میگفتیم باش حالا. گذاشتی رو اسپیکر؟ گذاشتم رو اسپیکر دیگه. آره. بر ما چیزی نشدی؟ خود بله دیگه، قلقلی بود. خود چی با هم میشید؟ راست میگه قلقلی؟ چون قلقلی سکوتی کرد. الو 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 جان، محمد حمید شما این؟ سلامت باشی. باش باشه باش محمد حمید باشه باشه که من گفتم محمد حمید نداری؟ اعصابت خورده، همه اسمشون گذاشته محمد حمید ها؟ باشه باشه میگم چند باشه بابا مسابقه قبوله. چند مجید جان عزیزم، اون محموله رو خواهش میکنم تکبیاری. مجید جان عزیزم، باید 15 ثانیه لبخند بزنی به تماشاچی در منزل. آماده ای؟ سخته. 15 ثانیه برات میشمونه. آره میدونم سخته. این چیه؟ دمنوش. چطور؟ دمنوش پر سیاوشان سفارش دادم رام بود. چی؟ برای شما و آموغنات. آقا بفرما. نوش جان. دستشون درد نکنه. چی؟ دمنوش پر سیاوشان. چی هست؟ ضد بیش فعالیه. مناسبه برای شما و آموغنات بنظرم. راست میگی. قشنگ بخورین، آرومون لازم داریم. یه چیزی آروم که بشین، یه گوشه قشنگ. آفرین. گوشه جانتون باش. خیلی ممنونم. اسم دمنوشه چی بود؟ پر سیاوشان. پر سیاوش. مجید جان حاضرین؟ بله. یک دو سه. 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. مجید جان بعد قول بدی که بیرون از اینجا یه کاری بکنی، یک نفر تا چند نفر خوشحال شد. یک برنامه داریم به نام برنامه یک گلجا از شبکه دو سیما پخش میشه که ممنونم از همه عزیزانی که زحمت میکشن برای این کار و همینطور از همکاران خوب شبکه دو. قراره که سری جدیدش به امید خدا با کمک مسئولین این ادامه پیدا کنه. میتونیم از هر جایی که فکر میکنید خوبه، ما حداقل 4-5 برنامه اون بچه ها دعوت بشن به این برنامه. از کجا مثلا؟ مثلا از جاهایی که معمولا بچه ها کمتر میرن، جاهای دیدنی و تفریحی. و خب یکیش مثلا میشه که بگیم بچه هایی که آره، بچه هایی مثلا سر پل ذهاب محشره. نه؟ بله، اگر بتونن اونها بعد این هماهنگی رو بکنیم که این عیاب ذهاب اتفاق بیفته. و بعد اگرم مثلا یه شب مجبور شدن بمونن، اسکانشون هم برقرار شه. بذار بررسی کنیم ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. یا بچهای خب یه مورد گفتی چند برنامه؟ میتونیم 5 برنامه، 5 شهر رو بچه‌ها. یه برنامه بچهای خرمشهر بچه بود. یه برنامه بچهای خرمشهر. بله بله. یه بچه هم بچهای سنندج، یه برنامه هم بچهای سنندج، یکی دیگه مونده. از سیستان بلوچستان نگی نامردی. یکی هم بچهای سیستان و بلوچستان. خوبه؟ البته فکر کنم مسئولین اینقدر طالبن که اگر تا 10 تا هم باشه و 10 تا شهر مشکل نیست، ولی فعلا این 5 تاش رو فعلا این 5 تا بشنگ سعی میکنیم هماهنگ کنیم. بسیار کار پیچیده و سختی میتواند باشد، ولی ما تلاشمون. ماشاءالله متشکرم. متشکرم ان شاء الله. خیلی مخلصیم. خب یه دست بزنیم برای این قول قشنگش. البته متوجه شدین که مجید قولو داد، ما به کار افتادیم. از سنندج، از سیستان و بلوچستان. این همکاریه. بله خواهش می‌کنم. ما برای این همکاری شبکه هستیم. شبکه خوب و دوست داشتنی. همکاری با شبکه دو. خیلی عالیه.
هدیه 780 تقدیم تو. دستشون درد نکنه. خنده بانه. بله. و این لوحمون که خیلی برامون ارزش داره. رامبورگ. با عشق تقدیمت میکنم. بله. ما کار دارم حالا با آموغ انوالا. باشم دارم هدیهش رو تقدیم میکنم. میدونم گفتم اون رو تقدیم به شما. جانم. لطفا یه جایی بذارید که ببینیدش. خیلی زیبا. خیلی متشکرم. خیلی ممنون از شما و همه همکاران خوبتون. مخلصم. متشکرم. دوباره لطفا بشین. متشکرم. بله. رامبورگ. بگو. ما هم هدیه دارم برای آموغانا. بگو. آقا شرمنده نکن. میشه تشریف بیارین ما اینجا تقدیم کنم خدمتتون. خود مجید بیاد. بله اگه اشکال نداره. به 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 این الان همینی که پذیرایی کرد خیلی خوب و عالی بود دیگه. ما الان نخورده ما پیش فعالیمون گرفتش. آقا متشکرم متشکرم متشکرم. میشه ببوسمتون. الهی که ماشاءالله ماشاءالله. بابا تو همه برنامه‌های ما رو ماشاءالله میدونی. من خودم میشه. یادم رفته بود آموغنات یه بسته کوچولو آماده کردم قربونت برم ان‌شاءالله این یه هدیه ناقابلی از طرف ما. آقا رامبورگ چرا ما رو شرمنده می‌کنی؟ نه 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 آقا جان خودش من خیلی تایید کرده. سلام جانت بگیر جانت بگیر تقدیم به شما با عشق قربونتون. من متشکرم. باید باز کنم یا ببرم؟ باز شود دیده شود ان شاءالله که پسندیده. آقا ببخشید من خودم چی بود آوردین دنده که در آوردین چرا ویلان دادین چرا ویلان دادین کنار دریان دادین. متشکرم. خیلی منو شرمنده کردی. قربون شما. خیلی. و این یکی چی؟ آخ 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 وای بر من وای بر من چی کار کردی با من؟ جونتم فلفله؟ ما جنوبیا فلفل خیلی میخوریم و من واقعا با غذام فلفل میخورم از نوع تندش. بله صبح همیشه جمعه هم زور ما ماهی داریم جاتون خالی و کنارش این فلفلا هست. آقا از کجا میدونستی؟ آمو قنات یعنی اول تا آخرت حفظم ایقد که دوست دارم موش جانت بگیم. واقعا دست درد نکنم. سلامت باش. من برای برمه. فکر میکنم دو روز من کافیه. شاکر. مگه برنامه بعدی دوباره دو روز دیگه بیم بگیم. آمو قنات جانم خوکا یه جریان 20-30 ساله هم هست. اگه بشه دیگه امروز خلاصش کنم موی رو دوشم سنگینی میکنه. چی شده خدا نکنه؟ نه نه حقیقتش مو یه رفیقی داشتم. آها. اماد این بچه خرمشهر بود مثل خودت. خب این موقع ما بازی میکردیم یه هم نقاشی دوست داشت. آها. همیشه دوست داشت مثلا تو برنامه شما نقاشیش نشون بدن. آی آی جانم روش نشد نقاشیه بفرسته. خب دیگه حالا بعدا مثلا 12-13 سالش که شد. آها. خب جنگ شد. آره اماد هم دیگه رفت بر نگشت. ایجا این نقاشیش دست ما موند تا امروز که دیگه ما بدمش به شما قربونت برم. ایجا نه اینو اماد کشیده بوده همون موقع دیگه. اگه لطف کنی تو برنامه یه موقع نشونش بده دیگه. حالا ایشالا که از اینکه اینقدر عاطفی هستی و اینقدر به فکر بچه ها هستی واقعا من ممنونم. چشم من اینو قول میدم که پیش خودم نگه دارم و اون برنامه هم که حالا ممکنه هر زمانی آماده شد اطلاع بدم که این داره پخش میشه. دمت گرم دمت گرم دمت گرم دمت گرم. خیلی ممنونم. من متشکرم. نوشتیم از ماشه. بله متشکرم. سلام عرض باشه. چه سوغاتی خوبی به من دادی فلفل نقاشی. سلام عرض باشه. آقای شاه حسینی نیهمبونه بیاد. میخوایم خدافظی کنیم. میخوایم دیونه کنیم به تش بکشیم. بله بله. میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم به تش بکشیم استدیو. یعنی به آتش. نه به تش. بله. آره وقتی نیهمبونه میاد واقعا همینه. از آتش بالاتره. آره.
خیلی عالی بود. عالی بود نه؟ عالی بود، عالی بود، عالی بود. واقعا زیبا بود. ماشاءالله. آره اصلا ما رو ما هم گیف کردیم. خیلی خوب. دست درد. واقعا دمت گرم. نوکرتون با ماشاءالله جناب. نوکرتون رام بود. ماشاءالله. آقا ما در خدمتیم. دیگه مزاحم شدیم. ببخش. مجید جان مخلصم. من همینطور محبت کردیم. نشد اون بازی رو انجام بدیم. آره، بی‌نظیره. در وقت دیگه‌ای. متشکرم. متشکرم. من اینو میارم خدمتتون. ممنونم. اینا میذارم کنارش. از این هدیه زیباتون متشکرم. من از همینجا کلی نگاهش کردم تا بعد که ببرم همون که فرمودین یک جای مخصوص بذارم در کارهایی که داشتم توی این 37-8 سال. لطفاً کنار اونا. کنار بر و هر وقت میبینم به هر حال این برای من بسیار زیبا و بسیار عالی. برای ما خیلی ارزشمنده که متشکرم. قربونتون متشکرم. ببوسمتون. مرسی. متشکرم متشکرم از همه ممنونم. متشکرم. خدا نگهدار. ازش میگیریم انشالله. مخلصیم. خب جناب خان میخواییم خدافزی بکنیم. رامبو جان بله. ما فقط که عدوسای هم این وردش از ماهان دیدی چه به چه والیه؟ آره همش فوتبال بازی میکنه سر زانوهاش زخم و زیلیه. این خدا ماهان خوبی؟ خوشحالم ببینمت. چاکرتون. خدافزی کنیم؟ چاکرتون بله بله. نکته نداری؟ نه چه نکته ایران مردم عزیز ایران بله. ما شما رو خیلی دوست داریم خیلی شما خیلی عزیزی خیلی خدا شما رو خیلی حفظ کنه خیلی شما خیلی صبوری خیلی شما خیلی نجیبی خیلی ولی واقعا خیلی بیشتر از اینا لیاقتتونه خب آرزو میکنیم که هممون به اون چه که لیاقتشو داریم برسیم همی. سلامت باشیم حالمون خوب باشه همین جان شاد باشیده که گفت با مش برو تو صورته باشه چرا اونم میگه چشمه یه لحظه واسه ببینم آقا مگه علکی جان. چرا باید منو بزنی نه گفتم بعد برنامه گفتم چرا؟ شاد میدونم گفتم شاد باشیده که گفتی بعدش آخه اصلا نمیفهمم همین دسته چرا باید به من حمله کنه همین شاد باشیده که گفت عینکشو خورد کن تو صورتت باشه دمت تو میکنی همچین کاری رو اونم میگه چشم آه نه خجالت میگه کشید میگه بروی چشم نه 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 گفت خجالت کشید یعنی نمی کنم این کارو آرزو میکنیم مثل هر شب از صمیم قلب که در کنار خانواده باشید راضی باشید پر روزی باشید و سلامت و امید. همه مریضان با موش برو تو چونش از بستر بیماری بلند شن باشه باشه مخلصیم و دوستتون داریم رو به اونجا بگیم شاد باشید ماهان یک ماهان دو شاد باشیدی که گفت گازش بگی یک دو سه شاد باشید همین گفت همین گفت بزن همین شاد باشیدی گفت بزن آقای عزیز بزن بیا بیا رو کم شد اپوش کم خنگم Thank you.